افغانستان. امیدوارم شما خوب خوش صحتمند و سرحال باشین، لبهای زیبایتان هم سرشار از لبخند باشه. خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه اکسپول رو در رو. فامیلای عزیز مهمان برنامه شدن، فامیل قیومی و فامیل سلطانی. مرحله اول به خاطر دو سیت موبایل و 10,000 افغانی رقابت میکنن. مرحله دوم مرحله 500,000 هست که باید 200 امتیاز از آن خود کنن تا بتونن 500,000 با خود به خانه ببرن. آماده هستین که بریم سراغ دو فامیل؟ دوست عزیز خوش آمدین، خدا تشکر کنیم و دو فامیل نخود با فامیل قیومی آشنا بشیم که سرتیمشان جمشید عزیز هست. خوش آمدین به برنامه، خدا معرف کنیم به عزیز. احمد جمشید وفا هستم، در قدم اول سلام و احترامات خدمت شمس و عزیز، خدمت تمام حاضرین در تالار، تمام بینندگان عزیز کمین اکنون ما رو تماشا میکنن. قربان شما. سرتیم قیومی هستم، فیض احمد فخرزاده پسر عمه بنده، آقای قاسمی قاسم جان بچه خالی بنده. بسیار سلامت. چیکار هستین؟ ما خیشای عزیز چیکار هستن؟ یا چی تیم ورشای رزمی فدراسیون عمومی ورشای رزمی سبک و سپورت ورشکار هستن. بسیار. بله. رفیقای بنده هستن. بله. خوش آمدین. آرزوی موفقیت. دوستا تشکر. خوش آمدین. بریم سراغ فامیل سلطانی که سرتیم شفیع عزیز است. خوش آمدین به برنامه، خود معرفی کنه به عزیز. سلام شمزان عزیز، وقت بخیر. شفیع الله سلطانی هستم، یکی از ورزشکارای همه میافرست. بسیار دوستان معرفی کنیم به ما. و آسیب جان یکی از شاگردای ما، رامین جان هم یکی از شاگردای ما. بسیار شاگردا را آوردین هم بخواستم. آرزوی موفقیت به شما. دوستا تشکر. خوش آمدید. دو سرتیم. بین. بین است. سوال اول، 100 امتیاز داره و 7 جواب به شما ظاهر میشه. چه چیز جذابیت شما را بیشتر میکند؟ بگیم استاد. خلاقیت. چه چیز شما را بیشتر جذاب میسازه؟ لباس. لباس چی؟ جوابتان بود. چی میکنی استاد جان؟ مشوره کنیم. میرین یا با گسار میکنی سواله؟ بله. بفرمایید. بسو جان بیان استاد چه؟ حسیب جان چه چیز شما را بیشتر جذاب میکنه؟ اخلاق نیک. اخلاق خوب. رامین چه چیز جذابت میسازه؟ موی. 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 چه چیز استاد جان شما را جذاب میسازه؟ یک دو سه چهار استایل بالا. لباس شیک. مشورت. حسیب چه چیز خودت هم تو جذاب میکنه؟ رفتار خوب. رفتار. که گوری رفتار میکنی؟ رفتار خوب. رفتار نیک. آفرین. جواب آسان است. رامین چه چیزی باعث جذابیتت میشه؟ بود. قاسم جان چی باید داشته باشی که جذاب باشی؟ راستگویی. راستگویی. فیض جان؟ اخلاق نیک. اخلاق نیک. چی داشته باشین که جذاب باشه؟ لباس نیک و لباس پاک شیک باشه یا استایل بالا باشه. امتیاز هم از طرف فامیل سلطانی، دوستا تشویقشان کنید. چلاف. راستگویی هست. نمبر 7 جواهرات یا زیورات. نمبر 5 دوستا بخونین. اندام خوب. 4 لبخند. نمبر 2 نظافت یا پاکی. ما در این برنامه هستم، دوستایی که میان بخواد بایدی که موتو سرشار از انرژی باشن که میان کلشان خواب برده هستن. خودا تشکر کنیم، عیزه رو تشکر کنیم که عیزه رو انرژی بگیرم و ورزشکار هستن. بیا هستید، بیا استاد فیض. شما بریم استاد جان، شما اومده انرژی داشته باشین که من انرژی بگیرم ازتان. شما ورزشکارای ما هستین. سوال دوم، 6 جواب و 100 امتیاز. از 1 تا 10 به عصبانیتتان چند نمره میتونید؟ استاد 2 نمره. به عصبانیت چند نمره میتونید؟ 1 ایچ عصبانی نمیشی؟ اقا یعنی خون سردستی؟ 1 نمره. چه میبینی؟ استاد جان بله برو عصیب چانس داری. قاسم از 1 تا 10 به عصبانیت چند نمره میتونید؟ 5 نمره. 5 نمره بود.
با عصبانیت چند نمره میدی استاد؟ چهار نمره. چهار نمره. با عصبانیتون چند نمره میتین؟ نه نمره. مشورت. قاسم. سه نمره. سه نمره. بیشک. با عصبانیتون چند نمره میتین؟ دو نمره. دو نمره؟ بله بله. اوجه چی هست؟ رامین با عصبانیت چند نمره میتین؟ شش نمره. شش نمره. آسیب؟ شش نمره. شش نمره. شش. شش نمره. شش نمره. به حد خوب بود. 134. یک جواب چند نمره است؟ بخوانین. هشت. به شک قاسم. باز جواب خودت پیدا کردی. امیدوار هستم که بتانین در سوال سوم و چهارم یک ذره انرژی بگیرین. چون تو همیار دیگه واقعا بی انرژی است. یعنی ورزشکارای ما هستن. دست بالا دارد. دست بالا کنین. دعا کنین. خداوند یا انرژی به طرفت. خوش آمدیم به ادامه برنامه خودتون. برنامه اکسپول رو در رو. تشکر از حمایت کننده برنامه انرژی فوق‌العاده خوشمزه و خوشتم اکسپول. قیمت مناسب، رنگ‌های مختلف، طعم‌های مختلف، ساخته شده از سوره جرمنی، کیفیت از آن انرژی اکسپول. نفرهای سوم، رامین و قاسم، بیم دوستا تشویقشون کنیم. خوش آمدید. سوال سوم، پنج جواب و 200 امتیاز. در کدام مواقع از اصطلاح برو خیره استفاده می شود؟ رامین. جنگ. جنگ. در جنگ میگی برو خیره؟ آه. برو جنگ نشه برم نگه. خب. هست. گفتگو دو شخ جنگ و جنگ. در کدام مواقع قاسم از اصطلاح برو خیره استفاده می کنی؟ یک. دو. حادثه موتر. حادثه ترافیکی. گذشت خصلت مردان است. چی میکنی؟ رام. برو بفرما. برو بفرما. شمی جان، در کدام مواقع از اصطلاح برو خیر استفاده میکنی؟ دفتر دباز معاملا. معاملای خیر. معاملای خیر. مثلا ازدواج. بله. پدر وکیل ما همی آدم است. عزیز جان، در کدام مواقع از اصطلاح برو خیره استفاده میکنی؟ یک معامله باش آدم. یک معامله باش هم هست. هر چیز که بود. خرید و فروش. یک معامله را که از این بعد بگینم و خب مشخص کنی. رامین، در کدام مواقع از اصطلاح برو خیره استفاده میکنم؟ یک کس برات بی تربیگی میکنم میگه برو خیره است. شتوک بود رفت. نبود. مشورت کنیم. در کدام مواقع اصطلاح برو خیر استفاده میکنید؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. قاسم، در کدام مواقع از اصطلاح برو خیر استفاده میکنید؟ مریضی. مریضی. فایز جان؟ در وقتی که یک مشکل پیش بیاد. مشکل که پیش بیاد. در وقت طفلا بین خود چیز داشته باشن میخوای که مراجعه مساجرشون خلاص شه. مثلا علبه سازی برو خیره. سولو سفر بین اشتباه میارین. بله بله. اه. نیست. دو ساده 66 شدید. نمبر 5 آشپزی که اگر نان بدمزه باشه میگه برو خیره بخوری مقصد پرشاش کم. نمبر 3 اشتباه کردن. آسان بود. استاد چفی بیاین بیاین جمشید جان. نه سوال هایتون سوال های عامیانه است. خرمان ایمیلیک نیست ما بگویم طبیب. سوال آخر 300 امتیاز و 3 جواب به شما ظاهر میشه. چیزی نام ببرید که آن را از هوا پر میکنند. بگین شما. گاز. گاز. در گاز هوا پر میکنن. هست. بالون گاز. بالون گاز. بالون گاز هوا پر میکنن. یک چیز یه نام بره که داخلش هوا پر میکنن. گاز.
اول پولی پوکانه. نه گفتین جواب اول کپسول گاز گفتین هست. چی داخلش هوا پر میکنن؟ یک دو پوکانه. تشکر کنم استاد. از خودشان نقل گرفتم. هست پوکانه. پوکانه چی میکنید؟ نمیتونم دیگر. من میفهمم 100%. داخل چیه هوا پر میکنن استاد فیض؟ تایر موتر. تایر موتر؟ بله. تایر. سعی کنین. دو چیز یافتین. پوکانه هم پیدا شد. تایر موتر هم پیدا شد. این حال یک گزینه دیگه هست که فکر نکنم در ذهنت برسه قاسم. در ذهن ما هست. او چی است که داخلش هوا پر میکنی؟ توپ فوتبال. توپ. والا اول که بردین یک رقم چک چکایتون شروع شد. آه دیگه خب اینال انرژی گرفتیم بدون انرژی خوردن. خب از اول برنامه استفاده میکنیم. خیر باشه. بعد انشالله. انشالله. تشکر از سامیان برنامه. شرکت فوق العاده و بی‌نظیر خالتنمر که دو موبایل با فامیل برنده ما اهدا کرده و نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در کشور عزیز ما افغانستان هست. یک محصول دیگر هم در بازار عرضه کرده، مدل جدید پرایم F180Q UAD، گنجایش 4 سیم کارت، قابل دسترس در تمام ولایات افغانستان، قیمت حیرت انگیز 1350 افغانی، رنگ های مختلف، بطری قدرتمند و 2 سال ورنتی. مبارکتان باشه فامیل قیومی. دو سیت موبایل و مبلغ 10,000 افغانی. پول نقد از طرف برنامه به شما عزیزای دل ما مبارک. مشورت کنین، دو نفر انتخاب کنین، ما برمیگردم بعد ما بگوین که کیا هست. مشورت کنین. خوش اومدین. چانس یاری نکردین. 44 امتیاز نیاز داشتین. خیر باشه، همیشه موفق باشین استاد جان در عرصه ورزش و زندگی. حرفی دارین کامرا در اختیارتون. تشکر، زنده باشین. خیر باشه. خب دوستا ورزشکارای ما رو تشریف کنید. خوش اومدید. کیا هستن؟ ما فیض هستیم. شما استاد فیض بیم؟ بله باشه. بیم کنار ما استاد چایین. بیم بیم بیم. استاد جان بریم کمکی اصونتر استاد چایینه. کمکی شما پشتر بیم استاد فیض که ببینید تان دوستا. میریم مرحله 500,000. چان. کی اول سوال پاس اومده؟ هر کدوم مرک خودت یا نه خودتان انتخاب کنه. جمشید جان بون شما میرین؟ بله بفرمایید. پشتانه؟ آه بفرمایید. میفهمی چقدر دوستت دارم. تو رو نمیگیم، کامرمین و ماما رو میگیم وقتا. خوش آمدین، خوش آمدین. بعد از میان برنامه کوتاه برگشتیم دوباره خیلی زود خدمت شما و بزرگوارا و عزیزا. تایم، زمان مشخص. قرار هست که یک دوست ما از این بین انتخاب شده. او رفیق خوشنصیب کی است که بسته از آنش میشه؟ و نظر خودت کیه؟ نامش رو بگو. کی است نامش؟ کی؟ رومان. قدوس. میخوانمش. رومان. این همون رومان نیست؟ یا چند شب پیش هم نامده بودی رومان؟ میم چهره تانش معرفی که آنو دوست هم هست خودت میم. خب رومان جان سوال بسیار جالب است. امیدوار تحصیل کردی دیگه، درس خوندی. یک پرنده هست، جز پرنده ها میشه، تخم نمیته ولی چوچه دار میشه. سوال سیکو. یک، دو، باشه، سه، باشه نباشه، کش بتی. اینال سوال سیکا. هادی، هادی اینال، هادی جان، آنه، خودتا معرفی که با دوستا؟ هادی هستم از کابل. هادی جان، یک پرنده هست، جز پرنده بال میزنه، پرواز میکنه، سیارنگ هم است. خب سعی کن چقدر نقل خوب میدم.
چوچه دار میشه ولی تخ نمیته. زخ بایی بگو زخ نیلالا. سوال مشکل که بکنم هیچ کس نمیتونه پاسخ بده. یک نفر دیگرم پرسان میکنم ببینم کی هست. صلاح الدین. صلاح الدین. صلاح الدین فرمولی هست جان. صلاح الدین فرمولی هست. صلاح الدین جان. صلاح الدین جان سکو یک پرنده هست خو سیاه هست شوام میبره خو از این دیگه نقل زیاد نمیتونم. سیاه رنگ هم هست، کور هم هست، چرمی هم هست، امو تخم نمیته ولی چوچه دار میشه. یک دو سه برو. یک نفر دیگه سوال چنج میشه. نامشی بود شاپرک چرمی خفاش محمد مسلم. محمد مسلم بیا کنار من. لاله قندمه لاله از خودت آسان میکنم. میری گل زدن پاچایت هم راست کردی. خب معرفی که خودت هم. نام محمد مسلم است. محمد مسلم جان یک سوال بهم ساده کنن دوستا. دوستا یک سال چند فصل داره؟ یک سال چهار فصل داره. آفرین لاله جان. بگی برو برو لاله جان زود اکره برو. نه سوال علمی میکنم هیچ کس پاسخ نمیتن. بازی که سوال آسان کنم خب جواب میتن دیگه. بریم سراغ مرحله دوم. دوستا تشکر کنیم. جمشید جان خوش آمدی با مرحله دوم. مرحله 500,000 20 ثانیه زمان 5 سوال. سوالی نتانست پاسخ بدی بگو بگذر دوست عزیزم داخل اتاق آرام است. ثانیات باقی مان دوباره ازت اما سوالی که نتانستیه دوباره میپرسم. آماده هستی؟ بله. همکار عزیز 20 ثانیه آماده. خانم ها بیشتری پول را در کدام مورد مصرف می کنند؟ آروسی. جای خالی را پر کنید. بیا با هم به ولایت برویم. جای خالی؟ مزار. کاراکتر فیلم را نام ببرید که گودی آن در خانه ها نزد اطفال می باشد. چال چابلن. بیشتر چه چیز اطفال به والدین شباهت دارد؟ خلقش. کاش که زودتر جواب می دهیم. بیاین کنار من. دوستا تشریف کنین. خوب پاسخ دادیم. سوال اول گفتم خانم ها بیشترین پول را در کدام مواقع یا مورد مصرف می کنند؟ پاسخ شما عروسی. ابدا. سوال دوم جای خالی دار گفتم پر کنین. گفتم بیا با هم به ولایت جای خالی برویم. شما گفتین مزار. مزار ولایت است؟ بله بله مزار شریف ولایت است. بلخ ولایت است. سفر. سوال سوم کاراکتر فیلم رو نام ببرید که گودیان در خانه نزد اطفال است. پاسختان چارلی چاپلین. ده بشک بود. سوال چهارم بیشتر چه چیز اطفال به والدین شباهت دارد؟ پاسخ شما سانیه پوره و امتیاز. سفر. در سوال آخرم که وقت نشد هرچند ما بپرسم سوالم ای خانم یک فیلم مشهور افغانی نام ببرید. پاسختان هیچ چیز. امتیاز. سفر. 27 خوب بود. خیر باشه. همیشه موفق باشین. استاد جمشید اگه حرفی دارین دوستا شما رو بیننده هستن. سلامت باشین. پیام ما برای عدد جوانان این است که درس های خود ادامه بدن به ورزش هم رو بیاورن. فقط اینه. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. بفرمایید. دوست دیگه ما میاد. دوستا امیر هم تشریف کنین که تشریف بیارن. بفرمایید. دوستا تشریفش کنین. استاد فایز بین امی دایره استاد چین رو باری من 25 ثانیه زمان 5 سوال تکراری. پاسخ تکراری به سوال من صدا. سوالی نتونستین پاسخ بدین بگین بگذار ثانیه باقی مون دوباره ازتون میپرسم. با صدای بلندم پاسخ بدین. آماده؟ بله. همکار عزیز 25 ثانیه آماده. خانم ها بیشترین پول را در کدام مورد مصرف می کنند؟ شیرنی خوری. جای خالی را پر کنید. بیا با هم به ولایت هرات برویم. کاراکتر فیلم را نام ببرید که گودیان در خانه ها نزد اطفال می باشد. مستر بین. بیشتر چه چیز اطفال به والدین شباهت دارد؟ چشما. یک فیلم مشهور افغانی را نام ببرید. مردار قول است. بسیار عالی. دوستا تشریف کنین. عالی پاسخ دادین. کنار من استاد چین. استاد جان یک کمک ایسونتر. عالی بود. یک ذره ببین ایسونتر. اینه سوال اول ازتان پرسیدم که خانم ها بیشتر پول را در کدام مورد مصرف می کنند؟ پاسختان شیرینی خوری؟ امتیاز؟ 11
بلندترین امتیاز لوازم خانه بود. سوال دوم، جای خالی رو پر کنید. بیا با هم به ولایت جای خالی برویم. پاسخ شما هرات بود. 16 خوبه. بلندترین امتیاز بامیان بود. سوال سوم، گفتم یک کاراکتر فیلم رو نام ببرید که گودیش در نزد اطفال هست. مستر بین. امتیاز 4. بلندترین امتیاز اسپایدرمن یا مرد عنکبوتی بود. سوال چهارم هم پرسیدم که بیشتر چه چیز اطفال با والدین شباهت دارد. پاسخ شما گفتین چشم. امتیاز 22. بلندترین امتیاز اندام بود. سوال آخرم پرسیدم که یک فیلم مشهور افغانی نام ببرید و یک فیلم شما خیلی خوب پاسخ دارید، گفتین مردها را قول است. امتیاز 15. بلندترین امتیاز برباد رفته بود. 105 امتیاز گرفتیم استاد جان. همیشه موفق باشین در تمام عرصه‌های زندگیتان. خوب و خوش باشین. حرفی دارین؟ کم را در اختیارتان. فقط حرف کوتاه میگم، ورزش کنین تا صحتمند بمانین. تشکر استاد. تشکر خاص از حمایت کننده های برنامه انرژی اکسپول و شرکت خالدمر عزیز که ما را حمایت میکنن. بریم اوستو. نمبر واتساپ 0711-9954-24 شماره هست که شما انتقاد، پیشنهاد یا سوالی دارین میتونین با ما شریک بسازین. آمدن برای شرکت در برنامه زیبای اکسپور رو در رو بسیار آسان است. تنها راهش 456 هست، کلید 622 هست. بعد از شنیدن صدای بیب نام خودتان و اعضای تیمتان رو میگیرین، در آخر کلید علامت نمبر رو فشار میدین و زودترین فرصت دوستا زنگتان میزنن و در برنامه ما اشتراک میدن. الله یاد بینید. دارتان خودتان.